سلام، بود از تقدیم سلام به احترامات فراوان برای یک یک شما هموطنان عزیز و همزبانان عزیزی که نشستین و برنامه امروز ما رو میبینین. امیدوار هستم در هر کجای ای کره خاکی که هستین شاد و موفق و سربلند باشین. از شما یک دنیا تشکر از اینکه گذاشتین برای یک ساعت من میمان خانه شما باشم با برنامه آینه زندگی. و امیدوار هستم از یک ساعتی که من میمان خانه شما هستم، اگرچه با شما چای نمیخورم، اما امیدوار هستم که شما پیالگر که چایتان داشته باشین و با خوشی و آرامی تا آخر برنامه با ما یک جای باشین و از این برنامه و موادش لذت ببریم و چیزی هم انشالله از این برنامه بیاموزیم. خب، موادی که در برنامه جای دادیم عبارت سخن هفته است. یک پارچه آهنگ هم داریم، یک پارچه شعر هم جای داریم، یک مصاحبه تلفنی داریم برای با جنرال کنسول افغانستان هارون جان حبیبی که اینا تازه به کنسولگری افغانستان آمدن و خوشحال هستیم که باشن. یک مصاحبه تلفنی را برقرار میکنیم و همچنان یک دیویدی داریم از عید و جشن عید را که افغان‌های ما در رنج کوکمنگا به خاطر عید قربان گرفته بودند. امیدوار هستم همه اینها مورد علاقه و خوشی شما عزیزان قرار بگیره. خب، میریم به سراغ سخن هفته. سخن هفته را دمی شروع میکنیم که میگن که هیچ وقت کتاب ما از روی عنوانش یا پشت جلد کتاب هیچ وقت قضاوت نکنیم. یکان دفعه مثلا جلد کتاب بسیار زیاد مقبول است، خوش رنگ و خوش دیزاین، اما وقتی که در مابین کتاب میرین از محتویاتش چندان آدم لذت نمیبره. و یا برعکس، یک کتاب جلدش فوق‌العاده ضعیف است و یعنی جالب نیست، اما وقتی که شما میبینین در درون کتاب محتویاتش آنقدر جالب و دلانگیزه و آموزنده هست که آدم کاملا حیران میمونه. از این خاطر آدم نباید کتاب هیچ وقت بروی از خاطر پوش کتاب آدم سرش قضاوت کنه. و اما طور مثلا اگر در یک فامیل، در یک خانه، در یک قریه، در یک نژاد، در یک مملکت اگر یک کسی کار خراب میکنه، باز ما نباید فکر کنیم که خیلی تمام همون مردم یا همون رنگ یا همون انسان ها یا همون مردم همون مملکت آدم های خراب هستن. متاسفانه همه طور گای آدم بسیار عجولانه همین تصمیم هم میگیره، اما از نگاه یعنی آینه زندگی و وقتی که آدم عقل خود در اینجا قضاوت بانه، این کار درست نیست. آدم خوب است که قضاوت به خاطر یک نفر یا یک فامیل نام همه را به مزیر یک عنوان بدی خدای نکده نگیره. من چند وقت پیش با یک فامیل افغان همراهشون روبرو شدم که اینا فوق العاده از افغان ها دل زده بودن و هیچ نمیخواستن با افغان ها این رابطه داشته باشن و میگفتن که همراه افغان دیگه توبه باشه که آدم همراه افغان یعنی رابطه داشته باشه، همراهش رفت آمد کنه. و واقعا من از این بسیار آزرده شدم و بسیار دل آزرده و بسیار یعنی بسیار زیاد من را جگرخون کرد. به این که یعنی من خودم افغانایی را میشناسم که واقعا از شرافت و از خوبی و انسانیت از اینا، حتی اگر شما نام فرشته را به سر از اینا بانین، هنوزم کم است. و آنقدر اینا انسانهای خوب و با شرف و با وجدان هستن که من در 30 ساله که زیادتر از 30 ساله که در امریکا هستم، هیچ یعنی با امریکا هم با هر قسم امریکایی مشیشتیم رفتیم، یعنی گفتگویی داشتیم، به خانه آمدن یا خانهشون رفتیم، به این اندازه انسان خوبه که من در این افغان ها دیدیم، من در این اطاله ندیدیم و یا در هیچ اقلیت دیگه. و مثلا در امی افغان کلبی که ما خود ما میدیم که در رنج کوکمنگا هست، که من خودم لیدر از این کلاب هستم، باور میکنین انسان های هستن آنقدر با وجدان، آنقدر با عشق و محبت، آنقدر انسان های خوب که آدم واقعا شیفته و فرفته هر کدام از اینا میشه.
از اون سبب یعنی وقتی که اگه ما میگیم که افغان ها با یک فامیل برخوردیم که خب یک ذره از کارهای عجیب و غریب کردن یا ما را رنجاندن، بازی معلوم نیست که کل افغان ها همطور باشن. یعنی افغان های فرشته صفت آنقدر ما داریم که من یعنی من خودم یک تعداد بسیار زیاد فامیل های افغان و خود افغان ها را میشناسم که از شرافتشان واقعا یک فرشته است. و این که مرا به این قصی هم فلسفی هم آدم هم میکشنه که میگن یک روز یک حکیمه با یکی از رفقاش در دروازه شهر شیشته بودن. خب دروازه شهر اگر ببینیم قدیما شهرها را در روش دیوال میکردن و یک یا دو دروازه داشت که از اون مردم در شهر رفت آمد میکردن. خب همی آدم حکیم دانشمند با رفیقش هم دم دروازه شیشته بود و با هم قصه میکردن. یک تازه وارد داخل دروازه شد و داخل شهر به حساب شد و آمد پیش حکیم به رفیقش از اینا پرسید که من یک تازه وارد هستم و از مردم از این شهر من هیچ آگاهی ندارم، میشه شما بر من بگوین کمی مردم شهر چه قسم مردم هستن؟ حکیم گفت که چرا نه؟ گفت خب اول بر من بگو از شهر که تو آمدی مردم از اونا چه قسم مردم بودن. و این نفر شروع کرد که امین مسافر که آمده بود گفت که فوق العاده مردم خراب، دروغگوی، چالباز، منافق. خب چیزی که میگین چیز زشتی که بود ای بر از اینا گفت و گفت از امون خاطر ما او شهر ایلا دادیم و حالا میخواییم بیایم در این شهر و در این شهر زندگی کنیم. حکیم طرفش سیل کرد و گفت که من بسیار متاسف هستم از خاطر زید این شهر که تو هم اومدی، این شهر هم کم از اونا نیستن و حتی شاید هم زیادتر باشن. توی چه آدم درست در این شهر بسیار کم است که تو بیافی. دیگه بازم خوب است که خوش آمدی و یعنی من برات گفتم. خب این نفر از اینا خداحافظی کرد و رفت. چند دقیقه بعد یک نفر دیگه آمد و باز هم پیش حکیم و همین رفیقش آمد و برای اینا گفت که من تازه وارد هستم، من در این قریه نو آمدیم، در این شهر شما و من میخوایم که در اینجا زندگی کنم و یا شما میپرسم میشه بر من یک کمه توضیح بدین کمی مردم این شهر چه قسم مردم هستن؟ حکیم گفت که چرا نه، حتما. گفت تو بگو که اول بر من بگو در شهر که تو زندگی میکردی مردم چه قسم مردم بودن. و این شروع کرد که مردمی که در شهر که من بودم آنقدر این مردم انسانای شریف، نجیب، آدمای خوب و بودن که من هیچ بر شما گفته نمیتونم. حکیم طرفش سیل کرد و گفت که من بسیار خوشبخت هستم که تو که در شهر که تو آمدی آنقدر انسان‌های خوب هستن و آنقدر انسان‌های نجیب و شریف اینا هستن که تو حتی شاید خوبی‌های از اونا را حتی فراموش کنی. این آدم بسیار زیاد خوش شد و از اینا تشکر کرد و رفت. وقتی که رفت رفیق همین حکیم از حکیم پرسان کرد که من از تو یک سوال دارم. گفت خب بگو چی؟ گفت ما و تو همینجا شیشته بودیم، دو نفر مختلف آمدن، دو مسافر تازه وارد و ما و تو اینجا شیشتیم و ما و تو نفرهای همین شهر رو میشناسیم، تو چرا بر از اینا دروغ گفتی؟ یکی رو گفتی که بسیار خوب هستن، دیگر گفتی بسیار خراب، تو چرا گفتی؟ حکیم مرزو گفت که خب تو هم زیاد زود عجله نکن، چیزی که ما بر از اینا گفتم، ما انسان ها گفت وقتی که اونا میاین در شهر چیزی با کسی برخورد میکنن چیزی که خود از اونا هست. گفت اگر خوب هستن در اینجا با خوبان یک جای میشن و اگر هم بد هستن باز در اینجا در گرد نوای خود آدمای بد جای میتن و یا بدی از اونا یاد میگیرن و یا بدی خود به اونا تزریق میکنن. از او خاطر ما خود ما کسی هستیم که هستیم. اما این هم باید آدم بگویه که بعض وقتا انسان های بسیار خوب و یا برعکس میشه که با آدم های خراب گاهی سر دچار میشن و در اول آدم شناختن فوق العاده مشکل است، حتی خود خودشناسی مشکل است، آدم شناسی دیگر بسیار سخت است و بعض وقتا انسان ها با او آدم ها بر میخور آدم و در اول اونا رو نمیشناسه و وقتی میگیره که تا وقتی که او آدم بشناسه و بعد از اینکه شناخت اونو وقت است که آدم کم کم پای خود میکشه و میگه که ما و تو در روی مختلف میریم
و موتو همون مفکوره و ایده های یک جایی نداریم. از او خاطر امیدوار هستم که ما هم با عشق و محبت، با واقعیت و با حقیقت آینه بینی قضاوت کنیم و به خاطر از اینکه یک فامیل یا یک نفر یا یک کسی بر ما خوبی یا بدی هر دوش کرده، نباید او مرد ما را ما خدای ناکده با نمای زشت و الفاظ که یعنی شایسته از او خم و از او مردم نیست و ما او را یاد کنیم. در هر جامعه، در هر محیط، در هر خانواده انسان های خوب و خراب هستند و افغان های هم عزیز نازنین ما هم یعنی در آدم اقلیت ها را در اینجا خوبتر میتونه ببینه. من همیشه در کلاب هم میگم بدترین افغان ما باز هم یک شرنگ خود داره و مو شرنگ خوبی در نجات و در نهارش است. خب به می امید انشالله که همه ما واقعیت بین باشیم و حق بین باشیم. میریم یک آهنگ بسیار مقبول را میبینیم که امیدوار هستم شما را هم خوشتان بیاریم. از خیش و تن دیگانم، از دیگران بسردم. از من چی می خواهی دیگه، از من چی می خواهی دیگه. ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی. من که با ساز جنون آهنگ دل برخواندم، اندر ره آزادگی بالا پرید افشاندم. تا چند کنج کلفت دامی هستی ماندم، دامی هستی ماندم. ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی، ای زندگی. نقشم که با رنگ دیگر ایجاد می خواهم شده، مجنونم و در کوه و فرهاد می خواهم شده. از دام تنگ رزه آزاد می خواهم شده. ای زندگی، 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 ای زندگی.
بسیار آهنگ مقبول بود و خب عزیزان رقمی که گفتم آقای هارون جان حبیبی که رئیس جنرال کنسول افغانستان در لس آنجلس آمدن و به جای آقای عبدالله جان ایماق و ما امروز ازشان خواهش کردیم که روی لین بیان و از خود از کارهایشان و از اینکه چی وقت شغل اشغال کردن و به لس آنجلس آمدن چی گفتنیایی دارن همراهشان صحبت میکنیم و حال آقای هارون جان حبیبی روی لین هستن ما بروی لین میارم شانه. بله سلام آقای هارون جان حبیبی. سلام. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون محبوب زرین. زنده باشین شما. خوش آمدین هارون جان نازنین به برنامه آینه زندگی به تلویزیون زرین و از همه زیادتر به لس آنجلس و کنسولگری افغانستان. خوش باشید، سلامت باشین شما. من بازم از هم اولتر سلام خود را خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون محبوب زرین تقدیم میکنم. خب آقای حبیبی چطور میشه که بر ما بگوین که شما چی وقت این شغل اشغال کردین و یک کمی از خودتان بگوین؟ خوشحال میشیم. تشکر. من حدود 2 ماه میشه که به لس آنجلس آمدیم و 1 ماه میشه که وظیفه را اشغال کردیم. مبارک باشه انشاءالله. لطف میکنین. تشکر. میشه کمی از بگوین که کارهای دیتان از دیگه چیزا اگه میخواین بگوین؟ ما وقتی که اینجا از موبت و تاسیس نمایندگی افغانستان به لس آنجلس که جنرال کنسولای قبلی بودن اما صدور پاسپورت و تمدید و سند تولدی و اسناد حقوقی مثل وکالتنامه و اصل وراثت و سایر اقرار خطا برای تمام افغانایی که مهاجر هستند به لس آنجلس متحده امریکا تقریبا 11 ایالت ما کار میکنیم. خب دیگه ایالت ها کدام ایالت ها هستن مثلا؟ همین نزدیکای دیگه نزدیکای لس آنجلس هر ایالتی که هستن همینا تقریبا 11 ایالت میشن. بسیار درست. چطور از لس آنجلس خودتان خوشتان آمد؟ از کار راضی هستین؟ بسیار تشکر از این سوالتان. واقعا من خب از کار خوب راضی هستم و یک چیزی که با افغانای خود اینجا سر کار دارم همون احساس وطن دوستیشان، لطفشان، مرحمتشان و واقعا همون جذبه که افغانای ما همیشه دارن و احساسی که دارن نسبت به افغانستان واقعا احساس خوشی میکنم با افغانای ما. دیگه اعضای کاریتان که بودن که همراه آقای ایماق کار میکردن اونا هنوز هستن بله؟ یا اونا هم تبدیل میشن؟ نه اونا هستن، اونا به جای خود هستن. صرف هم جنرال کنسول اسبق ما آقای ایماق که بودن اونا تشریف بردن به افغانستان. دیگه هم همکارا تشریف دارن. معمولا چند سال یک کنسول می باشد یک جای؟ یعنی شما هم تو یک دوره دارین یا نه نظر به ضرورت نگاه می کنید؟ طبقه همو رهنموده که به افغانستان داریم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دیپلومات های ما معمولا 3 ساله به خارج کشور امیر امام چونی یه بدون برمان. بله خب بسیار خوشحال هستم از اینکه خوشتان آمد و از اینکه روی لین آمدین. یک دنیا تشکر. اما یک سوال دیگه هم من میخواستم که واقعا سوال شخصی خودم هم هست آقای حبیبی که مثلا ما که اینجا آمدیم ما تا تذکره نفوس هیچ چیز نداریم و برد سرتیفیکیت خب یزو نداریم دیگه. شما مثلا اگر ما بخوایم خصوصا اولادای ما باز ندارن ما میتونیم چطور همین بیاییم و بر خود و بر اولادای خود یک سند داشته باشیم که سبا روز ما افغان هستیم و خصوصا اولادای ما و یا نواسه ها کسایی که دارن؟
چطور میشد؟ چطور میتونیم ما از کدام را اقدام کنیم و چطور؟ تشکر از سوال خوبتان که اکثر افغانای ما به این مشکل مواجه میشن، باز تشریف میرن به جناب کنسولی افغانستان مقیم لس آنجلس. برای آن در اتبای افغانی الاصل که دارای تابعیت دومی و حامل پاسپورت خارجی باشد، برای اسناد والدینشان هم ما اگر بخواهند که سفر بکنن اجازه نامه سفر برشان صادر میکنیم. و از وقتی که ما آمدیم اینجا قبلا هم بعضی از افغانای ما بودن نسبت به اون مشکلاتی که داشتن، مثلا نشته هستن اما به پاسپورتشان که تولد پاکستان است یا مثلا ایران است یا از یک کشور دومی دیگه. به اساس از او باز من یک کمیسیون را اینجا به جناب کنسولی ما که متشکل از 3 دیپلماتای ما که در از خودم هستم، اگر نتانستیم که تثبیت بکنیم واقعا اینا اسناد را ارائه میکنن نشود تثبیت، باز به اساس اونم کمیسیون فیصله میکنه که این واقعا افغان هست یا نیست، برشان اجازه نامه سفر میتیم و پاسپورت افغانستان برشان صادر میکنیم. مثل همینا مشکل ندارن. بله، مثلا از خود من وقتی که سفر به اروپا و اینا یا پاکستانم رفته بودم یک 20 سال پیش و مثلا ما با پاسپورت امریکایی خود رفتیم، اما ما پاسپورت افغانی هم نداریم، این چطور میشه؟ شما که ندارین با مو پاسپورتتان، خب اصلا تثبیت هویت افغانستان به اساس اونمو تذکره تابعیت که ما شما داریم به اساس از اونو میشه که مثلا ما پاسپورت صادر بکنیم. اگر او را نداشتین چون اون مشکلات های هست اون وقت که مردم برآمدن و تذکره و اینام ندارن، باز با اون پاسپورتتان نشته است که بله تولد کشور افغانستان هستن. بله، با سیتیزنشپ ما بنوشته است. بله، اونو را باز میشه که ما به اساس از اونمو اسناد معتبره که شما دارین بله براتون پاسپورت صادر بکنیم و میتونین که راحت شما سفر بکنین به تمام دنیا. باز امی چه وقت میگیره؟ تال میخوره بسیار یا زود میشه؟ و مثلا ما که شما فرزن تشریف برین بله 2 ساعت میشه که ما براتون پاسپورت صادر بکنیم و بعد استان بتیم راحت برین به خانه‌تون. زنده باشین. همچنان برای اولادای خود ما میتونیم این کارو کنیم؟ بله، اگر اونا سند داشته باشن خوب بله. و اگر سند نداشته باشن باز به اساس اسناد والدینشان ما را میتونیم که برشان اسناد ارائه کنیم و مطابق طرز العمل که برای ما از مرکز ارسال شده. بله. یک دنیا تشکر آقای حبیبی از وقتتان. من میفهم زیاد مصروف هم هستن، امروز کدام جلسه هم دارین و او را یک چند دقیقه پس انداختین بخاطر از اینکه به می مصاحبه تلفنی بیاین. خب بسیار مصرف تمام افغان ها از شما تشکر میکنیم از اینکه امید مقدم تر دانستین تا بیاین چند کلمه بگین و افغان های عزیز از رای تلویزیونی خود شما را ببینن و تا اندازه با شما آشنا باشن و بفهمن که حال الحمدلله یک کنسولگری نو داریم و با شما یک کم آشنایی پیدا کردن. یک جهان تشکر میخواییم. در آخر بگیم آیا چیز دیگه هم شما برگفتن دارین برای افغانای عزیز؟ شما لطف کردین که وقت خود را بر ما دادین. تشکر از برنامه شما و تشکر از شما و از همکاران تلویزیونتان و برای مردم خود. من از جانب خود و همکارانم به عنوان نمایندگی رسمی افغانستان مقیم لس آنجلس، چیزی که در ایته صلاحیت ما است در خدمت هموطنان عزیز خود هستیم و بدون هیچ نوع دریغ انشاءالله که در خدمت خود بودیم و برای افغانهایی که خارج از وطن هستند به تمام خانواده های معزز و صبور سربلند ما سربلندی و سرفرازی نصیب کرده. زنده باشید. یک دنیا تشکر آقای حبیبی از وقتتان، از آمدن روی لین و انشالله موفق باشین. هم افغان های لایی در هر کجای دنیا که هستیم موفق و کامیاب و سرفراز باشین. با شما خداحافظی میکنیم انشالله باسته یک وقت دیگه.
روز و روزگارتان خوش. خداحافظ شما. با من. خب عزیزان، این هم بود مصاحبه تلفنی با آقای هارون جان حبیبی، نامشان است، که جنرال کنسول نوم هستند در لس آنجلس. شان بازم تشکر میکنم از اینکه با وقت ضیق خود که هیچ وقت نداشتن باز هم روی لاین آمدن و تا با شما عزیزان و ما و همچنان حبیب جان که در اتاق دیگه هستن صحبت کنم. خب عزیزان، حالا هم میریم میبینیم یک دیویدی داریم از محفل عید قربان، همین عید قربانی که بود از طرف در کلاب افغان ها، در افغان کلاب در رنچو کوکومنگا در رید هیل پارک بود و اکتدال افغان های ما آمده بودن. روز بسیار خوبه بود، همه با هم بودیم، همون رو میریم میبینیم. امیدوار هستم که مورد علاقه و دلچسبی شما هم قرار بگیره. خب عزیزان، عبی جان بر من گفتن که میریم یک اعلان تجارتی میبینیم، برای زی که او دیویدی باز خودش تقریبا 10-15 دقیقه است و حال میریم اعلان. خب پس حبیب جان گفتن چون دیویدی تیار است او را میریم میبینیم. ما از حبیب جان هم معذرت میخوایم که یک کم چیز شده. خب میریم و حال همی پارک یعنی همی دیویدی رو میبینیم که از محفل عید قربان است. تاریخ 26 قربان افغان ها در پارک رد لاین اینجا همگی آمدن. سلام کاکو جان. اینه ایام شریف. یام فرش تاریخ. عیدتان مبارک. السلام علیکم. السلام علیکم. خوب. السلام علیکم. پس خالی ما آمده بود. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. عید همه ما مبارک. سلام پیدا جان. السلام. ایام خودت مبارک. عید قربان ان شاء الله. تشکر از اینکه نام نمیدید. السلام علیکم. ایام ایام شریف. زنده باشید. چه مبارک باشه. خوب هستید؟ اردویشان دیگه. اوه ماما. همچنان از شما مبارک. شکر که شما رو میبینیم. عید شما مبارک. شدید اوکی. من نفا بینیم که کبرم چقدر نام خدا چای و میوه و غذا و اقسام انوای پیتزا و سلام سلام، عید مبارک. آمین 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 آمین. سلام بهت. سلام امیر جان. ما دیدیم شما. ای صاحب محترم،
رئیسم شما چی میکنین؟ نه نه بخوریم اوکی اوو دا واز هارد تا این قسمت دیویدی رو دیدن، منتظر باشین قسمت دیگه شما میبینیم، برای از اینکه مجبور استیم که بریم به چند اعلان تجارتی ببینیم. بعد از اعلان ها با ما باشین، باقی قسمت جالب شما میآید و بعد با هم یک جای میبینیم. نخستین جشنواره جوایز هنری و ادبی رومی به نام یک نفس در هتل باشکوه ساوت پاین در شهر پرغوغای لاس وگاس به تاریخ 29 و 30 نوامبر سال 2013 برگزار می شود. در این جشن تاریخی برنامه های مختلف و دیدنی بهترین های تلویزیون، رادیو و شبکه های اینترنتی افغانستان مورد تمجید قرار می گیرند. در این دو شب پرخاطره از مهمانان خاص داخلی و خارجی، بزرگترین گردهمایی هنرمندان و از موسیقی افغانستان جشن صورت خواهد گرفت. بیاید در یک فضای کاملاً افغانی و مملو از عشق نام مولانای بزرگ را سربلند نگه داریم. برای معلومات بیشتر و دریافت تکت به وبسایت rumiawards.com مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن 510-269-2644 تماس بگیرید. عجله کنید، تعداد تکت ها محدود است. یک نفس با رومی وارد. دو کارشناس و مشاور با تجربه و فعال، کاترین الیه بینش و نیک بینش، در گلدن هاوس ریل استیت برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در خدمت شما. کاترین الیه و نیک بینش
با دنیایی از تجربه در زمینه ریل استیت شما را در مدتی کوتاه صاحب خانه رویاییتان می کنند. این دو کارشناس فعال شما را نیز در گرفتن انواع وام های مختلف یاری می دهند. کاترین الیه و نیک بینش در دو منطقه لس آنجلس و اورنج کانتی شما را در مدتی کوتاه صاحب خانه و یا ملک تجاری کرده و یا آنها را در اسرع وقت به فروش می رسانند. برای صاحب شدن خانه رویاییتان فقط کافی است با تلفن 949-222-0234 تماس حاصل فرمایید. آش رشته صدف تهیه شده از سبزیجات مقوی و کاملا سالم بدون پرزروتیو و کلسترول، خوشتم و خوشمزه. آش رشته صدف سنتی ترین آش ایرانی که خاطرات کودکی و پخت و پز مادر بزرگ را همیشه به یاد می آورد. با آش رشته صدف به آسانی در کنار خانواده بدون ساعتها تدارکات، آشپزی و حتی در محیط کار در کمتر از 4 دقیقه آش رشته صدف را نوش جان کنید. همکنون آش رشته، آش انار، آش جو و سوپ جوی صدف در مراکز ایرانی موجود است. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. عبیر رسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی. مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچک‌کشی، پول وکیل و انسپکشن خانه پرداخت می شود. اگر توسط عبیر رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سموه رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبیب رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-85. اولین باری که دوستان سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، او چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. با دنیا رستوران خوش آمدید. با غذاهای متنوع، آشپزان مجرب و فضای گرم در خدمت شما می باشیم. از غذاهای لذیذ ما 7 روز هفته برای صرف غذای چاشت و شام لذت ببرید. دنیا رستوران با مدیریت هاشم عباسی در قلب الکساندریا ورجینیا آماده پذیرایی از شما. کیترینگ برای محافل خوشی شما در ورجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند با بیمه بیش از $1,000,000 نیز پذیرفته می شود. شماره تماس 703-212-85-11. برای معلومات بیشتر با وبسایت dunyabanquet.com مراجعه نمایید. دنیا رستوران مهماندار همیشگی شما. ایلانا را دیدیم و با تشکر فراوان از حبیب جان نازنین میریم و ادامه عید قربان در پارک رنچو کوکمانگو میبینیم.
سلام علیکم. سلام. انجوی میکنین؟ پک نکش. هنوز؟ دلک یکی؟ مبارک. شکر خدا. شکر خدا. نه شما مانده شدی؟ های خندو ایدی شما مبارک، ایدی شما مبارک، ایدی شما مبارک. Happy birthday, Mava Jan. Thank you so much. Yeah, how old are you? I'm 15. Well, tomorrow. Tomorrow 15 or 16? 15. You're going to be 15? Yeah. Mubarak. Thank you. Yeah, I hope you have the best right in front of you. Ever. Thank you.
احترام و احترامات خود را برای تمام هموطنان عزیزم تقدیم میکنم. وحید سعید فطر برای تمام مسلمان های افغان و تمام افغانان تبریک میگم، تمام حاج برشان تبریک میگم. کسایی که حج کرده خدا کنه که مستر قبول شود. امروز روز عید است، تمام افغان ها یک جا شدیم و روز عید است و همه تبریک میگم و عید است یک جا اینجا میله گرفتیم. عزیزان، امیدوار هستم از این روز میله هم خوشتان آمده باشه و او عزیزانی که نامده بودن جایشان بسیار خالی، اما در سال نو انشالله باز یک برنامه می داشته باشیم و می رقم. امیدوار هستم باز انشالله در سال نو بیاین و ما هم یک جا روز، یک روز خوش، یک روز پر عشق و محبت داشته باشیم. خب حالا هم یک شیر دارم براتون می خوانم، امیدوار هستم که خوشتان بیاید. و در این قسمت برنامه با شما خوبان، با شما خوبان اهل دل و عشق و معرفت سفر میکنیم به طرف دنیای محبت.
با شما خوبان اهل دل و عشق و محبت و معرفت سفری میکنیم به طرف دنیای محبت، همزیستی، درگاه همنوایی و عشق. آنجا لحظه مکس میکنیم، همه رنج ها و غم ها را رها میکنیم، نفسی تازه میکشیم و شکرگویا یک دیگر را محبت میدهیم و از رنج ها میگذریم، هم دیگر را در آغوش میکشیم، کلمه دوستت دارم را بار بار تکرار میکنیم، هم دیگر را در آغوش میکشیم، کلمه دوستت دارم را بار بار تکرار میکنیم و با عالم ها شکر و سپاس به دنیا نگاه میکنیم و میگوییم زندگی باقی است پر از عشق و محبت، پر از عشق و محبت و سازگاری باید در این باغ، در این باغی پر از نعمت و عالم انسانیت قدم برداشت. آره، در این باغ پر از نعمت با عالم انسانیت قدم برداشت، محبت داد و شکرانه به جا آورد و از نعمت‌های این باغ زندگی لذت برد و نفرت به ناسازگاری را دور کرد و با گرم و سرد زندگی ساخت، خوشبین بود و سازگار. در همین عالم شعری داریم به نام باغ زندگی، امیدوار هستم که مورد علاقه شما عزیزان قرار بگیره. زندگی باغی است پر از سمن، یکی کوتاه یکی بلند، یکی پربار یکی بیبار، یکی سوخته و پیوند. یکی پربار یکی بیبار، یکی سوخته و بی‌پیوند. یک سو از گل عطرآگین، از او عالم شده رنگین، دیگر با ترشی و تلخی با رویشه هم شده درکین. لذت و آسایش که در ریشه با برق سازش، دیگر سازش روی کین زبوده از دیگر تابش. یک سو از گل عطرآگین، از او عالم شده رنگین، دیگر با ترشی و تلخی با ریشه هم شده درکین. یک سو لذت و آسایش که در ریشه با برق سازش، دیگر سازش ز روی کین
نبوده از دیگر دوش. یک سو از لطف شده بیباک، شراب ها مست شده در تاک، دیگر سویش بازشتکاری با خیشتن هم شده خشمناک. یک سو جویش روان از آب، در آن باز طفلکان شاداب، سوی دیگر چه خشکیده با باد بعد مست و جان تا. یک سو لذت و آسایش کرده ریشه با برق سازش، دیگر سازش از روی کین زبوده از دیگر تابش. یک سو بخشنده و خندان تو را روزی دهد از جان، دیگر با زحمت و خاری و با منت گرفته جان. بدن باخته مگر آن سو با من خیش، گوی با شیطنت ساخته. که این سو خیشتن ساخته، غرور را در بدن باخته مگر آن سو با معنی خیش، گویی با شیطنت ساخته. جمیله زندگی این است اگر شخصی دگر بین است. جمیله زندگی این است اگر شخصی دگر بین است، به خود باید نظر کردن چسان در قید آن. به خود باید نظر کردن چسان در قید آن. خب با یک دنیا تشکر از حبیب جان نازنین. امیدوارم از این شعر هم خوشتان آمده باشه. واقعا زندگی همیست، عشق است و محبت. امیدوارم همه با عشق و محبت زندگی کنیم و با عشق و محبت انشالله یک هفته رو بگذرانیم. تا هفته دیگه باز انشالله سر ساعت دو با هم آینه زندگی رو و با حبیب جان نازنین باز داشته باشیم. شما همه خوبانه با خدای کریم بسپارم. خدا حافظتان. با من خدا. We'll be right back.
شب ماندگار و پرخاطره. سخنرانی ما میکنن و هم فرصتی بسیار خوبه